در آستانه دیدار روحانی پوتین و اردوغان در ایران که به نظر می‌رسد سوریه در آن از محورهای اصلی بحث است، اسرائیل در اظهار نظری نادر اذعان کرده که به اهداف ایران در سوریه بیش از 200 بار حمله کرده است. آیا سهم ایران در سوریه روی میز مذاکره است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر. نبرد ادلب رویارویی سرنوشت ساز در سوریه است. این آخرین سنگر مخالفان اسد حالا هدف بعدی دولت سوریه و همپیمانانش ایران و روسیه است. از طرف دیگر ماه هاست که بحث محدود کردن حضور منطقه ایران در گفتمان مسئولان آمریکایی و حتی اروپایی های همپیمان ایران در برجام تکرار می شود. حالا به نظر می رسد جنگ در سوریه یک طرفه شده و اسد ماندنی و آمریکا به روشنی خواستار خروج ایران از سوریه است. اسرائیل هم بدون هیچ پرده پوشی از حملات گستردهش به اهداف ایران در سوریه صحبت می کند و دونالد ترامپ درباره حمله ایران و سوریه به مخالفان اسد در ادلب هشدار می دهد. آیا سهم ایران از سوریه حالا روی میز است؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با امیر مدنی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی سنت پیو کوینتینو در روم، از همین شهر با ما، و کامیلا انتخابی فرد، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از نیویورک، و اینجا در استودیو امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. اول بذارید از آقای طاهری بپرسم. آقای طاهری، شما با این نتیجه گیری که ادلب مهمترین نبرد سوریه است موافق هستید؟ آیا فکر میکنید که این نبرد سرنوشت ساز خواهد بود؟ من معمولا از اصطلاحات و لغات شدید و اغراق‌آمیز پرهیز میکنم، مثل سرنوشت ساز و غیره. این یک نبردی است در یک جنگی که 7 سال ادامه داره. جنگ‌های داخلی میتونن خیلی طول بکشن، مثلا الان در کنگوی دموکراتیک 40 سال جنگ هست، یه چیزی هم به اسم دولت وجود داره ولی نیروهای خارجی هم اونجا هستن. یواش یواش میدین جنگ داخلی یه ریتم خودش رو پیدا میکنه و الان گرفتاری اساسی سوریه این است که فاقد یه دولتی است، یعنی تبدیل شده به یک سرزمین بدون دولت. و چالشی که در پیش است اینه که چطوری یه دولتی برای سوریه تشکیل بشه که بتونه کشور رو اداره بکنه و به یه راه صلحی به اصطلاح ترسیم بکنه. آقای مدنی، نظر شما چی هست؟ آیا شما موافق هستید با آقای طاهری؟ و اگر اینطور هست چرا فکر میکنید که ایران و روسیه اینقدر در مورد ادلب اصرار دارن که سریعاً مخالفان رو از اونجا خارج بکنن؟ در ادلب تمام مخالفینی که در بخش‌های دیگر سوریه جنگیدن و مطابق توافق به اونجا انتقال پیدا کردن، هسته اساسی مخالفین مسلح متمرکز شدن. آقای استفان دمیستورا میگن در ادلب از 10 تا 15 هزار داعشی و القاعده‌ای هستند، اما نیروهای جیش الاسلام، احرار الشام و تمام گروه‌های دیگر، گروه‌های وابسته به ترکیه، جبهه النصره که شاخه سوریه القاعده است، متمرکز هستند در ادلب و در اونجا دولت سوریه، حکومت سوریه، ارتش سوریه که هنوز بعد از 7 سال سرپاس و میتونه نقش بیافرینه، فکر می‌کنم با بیرون راندن و شکست مخالفین در اونجا بتونن حاکمیت ملی را اعمال بکنن. البته بیش از 1/3 خاک سوریه در شرق فرات در کنترل کردهای مورد حمایت آمریکاست، ولی به هر شکل نبرد ادلب نبرد مهم. خانم انتخابی فرد، نظر شما در این باره چی است؟ و همینطور اگه ممکن هست نگاه کشورهای مثل عربستان، قطر و کسانی که میدونیم بعضی از این گروه ها به طور روشن یا ناروشن حمایت میشن از طرف این کشورها به چه شکل هست؟ جنگ در ادلب مهمترین جنگ خواهد بود اگر واقعا اون شکلی که به نظر میرسه که روسیه و سوریه بخوان حمله بکنن به این شهر. به این دلیل که 3 میلیون جمعیت داره و اپوزیسیون یا جنگجویان و تمام گروه های تروریستی که داخل این شهر هستن فرصت کافی داشتن که مواضع دفاعی خودشون رو مستحکم بکنن در این شهر. شاید اشتباه آقای دمستورا بود که اعلام کردن که در حدود 10 هزار تروریست داخل ادلب وجود داره و به همین دلیل اون فرصت و امکان رو به روسیه و سوریه دادن که بخوان با دلیل به ادلب حمله بکنن.
اما در هفته های گذشته به نظر میرسه که هنوز مذاکراتی توسط ایران با قطر و ترکیه ادامه داره که سعی بکنن این مخالفین که سلاح دارن در ادلب رو ازشون بخوان که سلاحشون رو به زمین بگذارن و وارد یک گفتمان سیاسی با دولت سوریه بشن. به این دلیل مشخص که این جنگ جنگ آسانی نخواهد بود که در عرض چند هفته خاتمه پیدا بکنه. مثل موصل هست، بسیار مشکل خواهد بود با توجه به 3 میلیون جمعیتی که در این شهر هست. و فکر میکنم سفر اخیر آقای ظریف به دمشق به این دلیل بود که پیام ترک‌ها رو برسونن که سعی دارن با گروه‌های مسلح داخل ادلب به یک تفاهم برسن که اونها رو وارد گفتمان سیاسی بکنن. نقش قطر هم مهم هست به این دلیل که از مدتی پیش قطر با این گروه‌های تروریستی یا جنگجو هر چی اسمش رو بگذارن در ارتباط بوده و اگر ترکیه و قطر موفق بشن که اون تفاهم رو ایجاد بکنن ممکن است که مواضع در چند روز گذشته کمی تغییر بکنه. و در این مورد کوتاه هم بگم که برای ایران هم ورود به این جنگ چندان خوشایند نیست، به این خاطر که اگر هر کدوم از طرفین از سلاح شیمیایی استفاده بکنن پای ایالات متحده به این جنگ باز میشه که ایران مستقیم رو دروی آمریکا قرار میگیره. به همین دلیل پیچیدگی های زیادی این جنگ داره. از طرف دیگه همزمان قرار هست جمعه دیداری سه جانبه باشه بین آقای پوتین، آقای اردوغان و آقای روحانی. در مورد سوریه مشخص هست که اینها صحبت خواهند کرد و بحث اصلا احتمال زیاد همین موضوع هست. فکر میکنید سر در واقع مسائلی که ایران و ترکیه و روسیه دارند در سوریه به چه تفاهم هایی ممکن هست برسن با توجه به نقشی که ایران میخواد داشته باشه و میدونیم که آمریکا و بعضی از متحدان غربیش نمیخوان، به خصوص اسرائیل نمیخواد ایران در سوریه داشته باشه؟ کنفرانس تهران رو من چندان مهم نخواهم دید. به این خاطر که ما سوچی رو داشتیم، آستانه رو داشتیم و جمهوری اسلامی در پی این هستش که یک کنفرانسی هم به اسم تهران شکل بگیره تا نقش ایران در 7 سال گذشته در سوریه رو بخواد به خاطر بقیه بازیگران منطقه بیاره. پیش از اون چیزی که دستاوردی برای سوریه داشته باشه کنفرانس و نشست تهران، ایران سعی خواهد کرد که فرافکنی بکنه از مشکلات داخلی، اقتصادی و سیاسی که در حال حاضر در داخل کشور با اون روبرو هست. پرداختن به مسئله سوریه باعث میشه که جمهوری اسلامی نشون بده که وضعیت ایران کاملا عادی است و در پی حل و فصل معضلات منطقه با خصوص مسئله سوریه هست. ایران در 7 سال گذشته سرمایه گذاری زیادی روی سوریه کرده و همین خاطر مشکلات داخلی رو نمیخواد مانعی بدونه که تمامی امکانات رو در دست روسیه قرار بده، در شرایطی که 2 هفته دیگه سازمان ملل متحد در ژنو از ایران، روسیه و ترکیه دعوت کرده که بر سر نوشتن قانون اساسی این کشور با هم دیگه وارد گفتگو بشن. بیشتر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی فقط سعی داره که نشون بده که وضعیت ایران در شرایط فعلی عادیه. نظر شما چیه آقای طاهری؟ آیا فکر میکنید اجلاس تهران مهم نیست؟ چرا مهم است؟ برای اینکه این ادامه اون روند به اصطلاح آستانه هستش و اینکه به هر حال رهبران دو همسایه مهم ایران یعنی روسیه و ترکیه بیان به تهران، خب به هر حال اهمیت دیپلماتیک داره. به طور مشخص آیا در مورد سهم ایران تصمیم میگیرن یا نه؟ الان زوده هنوز. الان نمیتونن تصمیم بگیرن برای اینکه میدونی معلوم نیست که کی چقدر قدرت داره در سوریه. روسیه به ایران احتیاج داره برای اینکه همیشه به یک شریک محلی و منطقه احتیاج داشته. سالها این رولو ناصر در مصر بازی میکرد، حالا ایران این رولو بازی میکنه. ترکیه البته داره به روسیه نزدیک میشه ولی همچنان گفتمان طرفدار غرب در ترکیه بسیار نیرومنده، بنابراین انتخابی که روسیه داره میمونه ایران. ترکیه هم به ایران احتیاج داره بر سر مسئله کردها. ایران هم به ترکیه و روسیه احتیاج داره بر سر مسئله تحریم هایی که علیه ایران اعمال خواهد شد برای مبارزه با این تحریم. بنابراین مسئله فراتر از سوریه است. دقیقا مسئله فراتر، به خصوص در مورد تحریم های ایران. آقای مدنی، من خواهش میکنم شما یه مقدار این بحث رو برای ما اروپاییش بکنید، چون به نظر میاد که اروپایی ها خیلی در ماه‌های گذشته سعی کردن که با ایران به نوعی سر برجام به یک همگونی برسن، با همدیگه به یک توافق‌هایی برسن، ولی همه اونها به نوعی نگران حضور منطقه ایران هستن، به خصوص با توجه به اینکه آمریکا خیلی این رو در موردش صحبت می‌کنه. آیا فکر می‌کنید که
ایران میتونه به این حضور گسترده در سوریه ادامه بده یا اینکه نه به اجبار مجبور هست که یه بخشهایی از این رو واگذار بکنه؟ ببینید، از دیدگاه تاریخی تمام جنبش هایی که در این منطقه وجود دارن، یعنی از شمال خلیج فارس تا دریای مدیترانه، تمام اون جنبش هایی که بر ضد خلافت های تاریخی اموی، عباسی، عثمانی بودن، به گونه ای به ایران مربوط بودن. روابط کنونی ایران که در چارچوب منافع مشترک ژئوپلیتیک مطرح میشه، داره یک سری ریشه های عمیق تاریخی که مربوط به مدنیت ایرانیه. فقط مسئله کشور در این لحظه با این حاکمیت نیست. حضور ایران در طول این سالها بسیار از حضور روسیه مهمتر بوده. ولی آقای مدنی، میپذیرید که به هر حال در شرایط حال حاضر ایران فارغ از حالا بحث‌های تاریخی، ارتباطات تاریخی که در منطقه وجود داشته، ایران در یک موقعیت حساس ویژه قرار داره؟ این بحث تحریم‌ها بحث ساده‌ای نیست برای ایران و به نوعی باید بتونه خودش رو، گلیم خودش رو از این آب بیرون بکشه. فکر نمی‌کنید که ایران مجبور هست که معاملاتی صورت بده؟ و اگر که چنین اجباری وجود داره، آیا ممکن هست که سوریه بخشی از این معامله باشه؟ بدون شک همچین چیزی وجود داره، و به ویژه به این خاطر که بخش مهمی از مردم ایران با این حضور و با این هزینه در سوریه موافق نیستن. من داشتم به ریشه های تاریخی مسئله اشاره میکردم. مسئله در این لحظه، بله، در ایران مسئله اقتصادی شدیدی وجود داره، با اینکه اروپا به همراه چین و روسیه سعی میکنن برجام ها سرپا نگردارن، پا برجا نگردارن، همچنان مخالفت تند آمریکا هست، و به ویژه این که تمام این کشورها به انضمام اسرائیل با حضور ایران در سوریه به این شکل موافقت ندارن و اسرائیل اعلام کرده، با اینکه ایران میگه ما پایگاه نظامی در سوریه نداریم، اسرائیل اعلام کرده 200 مورد اهداف ایرانی را در سوریه مورد. آقای مدنی، من میخوام اصرار کنم، سوال اصلی من دقیقا همین هست که درست هست که همونطور که عرض کردم بسیاری الان مخالف حضور ایران در سوریه هستند، اما این فشار تا کجاست؟ اونقدر هست که ایران از این همه هزینه‌ای که ظرف 7 سال گذشته در جنگ سوریه کرده بگذره و مجبور شه که عقب بنشینه؟ میدونیم که مثلا توافقاتی گفته میشه بین اسرائیل و روسیه بوده در مورد اینکه ایران مثلا از یه میزانی نزدیکتر نشه به مرزهای اسرائیل، یا توافقاتی از این دست. فکر میکنید تا کجا ایران رو ممکن هست دور بکنن از سوریه و پایگاه‌هاش رو به نوعی از دستش بگیرن؟ این بستگی به توافقاتی داره که بین قدرت‌های بزرگتر، بین آمریکا و روسیه میتونه صورت بگیره. روسیه به تکرار در گذشته تاریخیش نشون داده برای منافع بزرگتری که داره میتونه ایران رو تبدیل به یک کارت خود بکنه در میز مذاکرات برای مسائلی که با آمریکا و قدرت‌های اروپایی داره. اینی که تا چند اندازه موفق بشن، البته ایران رسما اعلام کرده که به تقاضای دولت سوریه از سوریه خارج خواهد شد، اما فشارها فقط فشارهای دول بیرونی نیست، اینی که جامعه ایرانی هم چقدر این مخالفتش وضع داشته باشه و بتونه حاکمیت رو تحت تأثیر قرار بده. آیا تاره، نظر شما رو هم میخوام در این باره بدونم. به نظر شما آیا این همیشه صحبتش هست که روسیه تا یه جای پای ایران وای میسه، و به خصوص الان در موقعیتی که ایران داره با توجه به مسائلی که به هر حال روسیه هم با آمریکایی ها داره، و بالعکس ممکن هست به نوعی ایران باز فدا بشه این مثلا؟ بله، ولی روسیه فعال مایوشا نیست در سوریه و احتیاج داره به ایران. روسیه نیروی هوایی داره و نیروی زمینی نداره. ایران در حدود 80,000 نیروی زمینی داره که بدنه اصلی جنگاورانی هستن که آقای اسد رو حفظ کردن. افغان ها هستن، پاکستانی ها هستن، لبنانی ها هستن، عراقی ها هستن، تعداد زیادی ایرانی ها هستن. بنابراین اینا مکمل همدیگه هستن. اینطوری نیست که آقای پوتین تلفن رو برداره به آقای خامنه‌ای بگه برو بیرون، ایشون هم بره بیرون. میدونین
بعد شبکه نفوذی ایران در سوریه با شبکه نفوذی روسیه فرق داره، چون روسیه 25 سال بعد از سقوط شوروی حتی قبل از اون دور بوده از سوریه، در حالی که ایران نزدیک بوده به خصوص با ارتباطات که در لبنان داره. بنابراین به این سادگی نیستش. از این گذشته نوع استفاده از حضور ایران در هر جا مهمه. مثلا در عراق آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها سال‌ها با هم همکاری کردن برای تشکیل دولت، برای مبارزه با داعش و غیره، و ایران همیشه راه اومده باشون. در سوریه هم شاید بشه همین کارو کرد. می‌دونیم بنابراین اینطوری نیست که مثلا سویچ بزنین. دقیقاً اینطوری نیست. ببینید وضع سوریه چنان پیچیده است که به جای اینکه کسایی رو حذف بکنیم باید کسای دیگر هم بیاریم تو دور. بله. دقیقاً این پیچیدگی رو من می‌خوام اینجا خانم انتخابی فر وارد بکنم، با توجه به شناختی که به هر حال از رسانه‌های عربی دنیای عرب در حال حاضر داریم و نگاهی که اونها به موقعیت ایران در سوریه دارن. فکر می‌کنید چقدر عربستان مثلا این وسط حاضر هست که حضور نظامی ایران در سوریه به این شکل ادامه پیدا بکنه؟ در مورد عربستان سعودی به نظر میرسه که نمیخوان دخالت بکنن در موضوع سوریه. هم آقای ترامپ قبلا پیشنهاد کرده بودن که نیروهای نظامی کشورهای عرب به خصوص عربستان سعودی وارد محاسمه سوریه بشن، و همین که پیشنهاد کرده بود که سعودی هزینه نیروهای آمریکایی رو بپردازه چنانچه که بخوان در سوریه حضور داشته باشن، عربستان با هیچ کدوم از اینا موافقت نکرد. عربستان خواهان درگیری با جمهوری اسلامی نیست و سعی داره میکنه که نگاه بکنه ببینه اتفاقات سوریه در چند ماه آینده به کجا میرسه. و مانند عراق، ما دیدیم در مورد عراق هم عربستان سعودی دخالت نکرد، ولی الان این عراق هست که به خاطر بازسازی به دنبال عربستان سعودی رفته، چون مخارج بازسازی رو واقعا ایران نمیتونه تامین بکنه. اون چیزی که نگران کننده هست برای کشورهای عربی از تشکیل یک سپاهی هست مثل هشت شعبی در عراق، که پس از خاتمه جنگ در سوریه ایران از این سپاهیانی که در حال حاضر داره استفاده میکنه بخواد مثل یک تشکلی رو مثل هشت شعبی در سوریه تشکیل بده، از همین گروه های افغان، بنگلادشی، پاکستانی و سایری که گفته میشه اینا رو حتی خانواده هاشون رو جابجا کردن در مناطقی که مهاجرین سوریه از اونجا به جاهای دیگه رفتن. این هستش که این پیچیدگی همونطور که آقای طاهری گفتن به صورت یک سال یا دو سال قابل حل و فصل نیست، اما در نهایت ایران از سوریه خارج نمیشه. فشار روسیه باشه، کشورهای عربی باشه یا ایالات متحده باشه، سرمایه گذاری طولانی مدتی کرده و مهمتر از سوریه براش خط ارتباطی حزب الله هست از طریق سوریه. مشکل ایران و اسرائیل هم مشکلی نخواهد بود که در آینده نزدیک حل و فصل بشه، و حضور ایران در سوریه و لبنان همیشه تهدیدی برای اسرائیل خواهد بود. 80 کیلومتر دورتر از مرزهای اسرائیل یا نزدیکتر به اون، هر وقتی که جمهوری اسلامی تشخیص بده که فشارهایی رو به جامعه بین‌الملل و آمریکا و یا اسرائیل میخواد وارد بکنه، میتونه از طریق این همپیمانان منطقه‌ای مثل حزب الله اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران هست، من بعید می‌دونم که مشکلات منطقه به اون شکلی که مورد نظر ایالات متحده و جامعه غرب هست بخواد حل و فصل بشه. و آقای مدنی، شما هم اشاره کردید، دیگر مهمانان هم اشاره کردن به قضیه اسرائیل و اینکه حالا دیگه علنی میدونیم که اسرائیل معمولا پرده پوشی میکرد در مورد اینکه در سوریه حملاتش به چه شکل هست یا اصلا حمله ای صورت میده یا نه، اما به تازگی خیلی راحت راجع به این مسائل صحبت میکنه. همین یکی دو روز پیش راجع به 200 حمله به پایگاه های ایران حرف زده آقای مدنی. فکر میکنید که این چقدر مهم هست و آیا این معناش این هست که اسرائیل آماده است که با ایران مستقیم رو در رو قرار بگیره در صورتی که موقعیتش پیش بیاد در سوریه؟ ببینید، اسرائیل اینو اعلام میکنه و این در چارچوب جنگ اطلاعاتی موجوده. مسئله اینجاست که مطابق برداشت من ایران به یک افزایش حضور بطعی میپردازه به عنوان سیاست پایه. در این حال صدماتی را که میبینه مدیریت میکنه، عکس العمل هایی را نشون میده، اما با اشراف و شعور به وزن و ابعاد خود این شبکه را در سوریه و دیگر کشورهای همسایه اسرائیل با آرامش و صبر ایجاد میکنه.
طبیعتاً اسرائیل در برابر چنین شرایطی که این پیشرفت بدعی هرچه بیشتر بهش نزدیک میشه، شما سالهای 80 نگاه بکنید تا امروز میبینید اسرائیل از جوانب مختلف به تدریج ایران بهش نزدیک میشه. این ایجاد عصبیت میکنه برای کشوری که عمق استراتژیک نداره و خودش را رقیب ایران میدونه بدون اینکه وزنی مشابه داشته باشه. این اعلام این تعداد حملات برای نخستین بار و به این اندازه آیا بوده یا نبوده، حملاتی بوده ولی اینکه دقیقاً این اندازه باشه فکر بکنم بخشی از جنگ اطلاعاتی باشه. و آقای طاهری، نقش آقای اردوغان و ترکیه رو هم نمیشه نادیده گرفت با توجه به موقعیت بسیار عجیبی که ترکیه پیدا کرده در این دعوا. مخالف اسد بوده از روز اول، آقای اردوغان بسیار در این باره صحبت کرده، الان در کنار ایران و روسیه قرار گرفت که از روز اول به نوعی طرفدار ماندن آقای اسد بودن، الان هم به نظر میاد که طرف برنده این دعوای، حالا اگه بگیم برنده اصلا این جنگ داشته، هستن برای اینکه آقای اسد ماندگار شده. نقش اردوغان و ترکیه رو چطور میبینید الان؟ ترکیه اگر وضع کنونی ادامه پیدا کنه در سوریه، آقای اردوغان خوشحال خواهد بود، برای اینکه سوریه فاقد یک دولتی خواهد بود. آقای اردوغان یک مینی دولت درست کرده در داخل خاک سوریه، شناسنامه صادر میکنه برای مردم، زبان ترکی دارن درس میدن و خلاصه یواش یواش مثل اینکه این درون زمین ترکیه شده. در ضمن هم موفق شده که کردها رو تقسیم بکنه، اجازه نده که یک منطقه اکثریت کردی مرتبط به هم مثل عراق تشکیل بشه، بنابراین در این دو مورد موفق شده. و در این حال هم خودش رو وارد یک دعوایی کرده که در آغاز نقشی درش نداشته، یعنی الان یکی از سه سهامدار شده با ایران و روسیه، بنابراین تا اینجا بد نبوده. ولی در میدونی زندگی سیاسی و تاریخ بعضی وقتا پیروزی‌های تاکتیکی میتونن به شکست‌های استراتژیک منجر بشن و آقای اردوغان به نظر من یک قمار بزرگی رو شروع کرده که در دراز مدت به نفع ترکیه نخواهد بود، برای اینکه اعراب، یعنی اکثریت کسایی که در خاورمیانه زندگی میکنن، خاطرات خوشی از ترکا ندارن، از عثمانی ها ندارن. ایشون کارت سنی و اخوان المسلمین رو یه مدتی بازی کرد، بنابراین لیبرال های عرب اگه وجود داشته باشن اونا هم ازش ناراضی هست. یعنی سرانجام ایشون اگه از آقای اسد هم حمایت بکنه دیگه فایده نداره، چون به نظر من اسد، حالا شما ممکنه موافق نباشین، دیگه کاری نیستش، یعنی نگرش داشتن برای که به نفع اصلا یه چیزایی امضا بکنه، مثلا چندین قرارداد با روسیه امضا کرده، با ایران یه توافق نامه اخیرا امضا کرد، ولی حضور نداره. یعنی شما اگه به شهرهای زیر کنترل آقای اسد تلفن بکنین میبینین که هیچ یک از مدارس امسال باز نخواهند شد، ادارات دولتی وجود ندارن چون پرسنلش نیست. و بعد طرفداران آقای اسد، خب هنوز جنگ در جریانه، ممکن هست که بزودی، ولی اون جایی رو که گرفته و به اصطلاح کنترل میکنه کنترل نمیکنه، اینا همش بلوف هستش. بعد نیروی انسانی هم نداره، برای اینکه اینو فراموش میکنن که علوی ها که پایگاه، یا نصری ها که پایگاه اصلی اسد هستن، تلفات فوق العاده ای دادن، یعنی واقعا غم انگیزه. حالا چه باشه، ایران نمیتونه این رو در واقع دست بگیره؟ ایران به همین جهت الان نفوذ داره در سوریه، برای اینکه نیروی انسانی رو ارائه میکنه، ولی نیروی انسانی که ایران ارائه میکنه، مزدوران یا غیر مزدوران نمیتونن برن ادارات رو باز بکنن، دوباره کشاورزی را بندازن، صنایع را بندازن. تیمسار صفوی که مشاور آقای خامنه‌ای است گفت ما چند تا معدن فسفات را انداختیم که خریق قسمتی از خرج بده، ولی میدین گرداندن یک کشور نسبتاً بزرگی مثل سوریه کار آسونی نیست. و الان همونجوری که خدمتتون عرض کردم، این خانواده جهانی باید بره دنبال این که یک دولتی در سوریه به وجود بیاره، هر دولتی، یه دولت مزخرفی هم باشه عیبی نداره، وگرنه این بازی‌های تاکتیکی که بین ایران و سوریه و آمریکا و عربستان، اینا هم قطر و همه اینا هست، اینا میتونه به فاجعه بزرگتری منجر بشه. خانم انتخابی، شما فکر می‌کنید ایران الان اصلا چی میخواد در سوریه؟ مثلا الان صحبت این شد که اداره کشور رو میخواد، یا اینکه زمین میخواد، یا اینکه این بحثی که سالهاست مطرحه که ایران فقط یک جاده میخواد در داخل سوریه که بتونه به حزب الله کمک هایی رو که لازم داره برسونه. با
واقعا چی میخواد ایران در سوریه؟ الان روشن هست. دوستی ایران و سوریه یک دوستی خیلی قدیمی هست و هر دو کشور، حتی در زمان جنگ ایران و عراق، سوریه تنها کشوری بود که از ایران دفاع کرد در بین جهان عرب. این ازش که یکی زمینه تاریخی داره این پیوند و دوستی. و مسئله بعدی همون مسئله ائتلافی هستش که در مقابل اسرائیل ایجاد شده و اون خط شیعی یا اون هلال شیعی که کشورهای سنی دائم از اون یاد میبرن بدون حضور ایران در سوریه به مخاطره میفته. منافع اقتصادی دست حضور ایران در سوریه وجود نداره، اما حضور ایران در سوریه باعث میشه که از فشارهای اقتصادی و سیاسی توسط جامعه بین الملل بر روی جمهوری اسلامی کاسته بشه. الان اگر که ما بحث تحریم ها رو داریم میکنیم، حضور ایران در سوریه و تهدیدی که متوجه اسرائیل میکنه ممکنه باعث بشه که امتیازاتی رو بتونه از کشورهای دیگه بگیره، حتی از ترکیه. ترکیه همونطور که در برنامه اشاره کردین در حال حاضر در موقعیتی در مخالفت با ایالات متحده قرار گرفته و نزدیک بودنش به روسیه و ایران کمک میکنه که در آینده ایران بتونه از ترکیه برای شکستن تحریم ها مثل دوره گذشته استفاده بکنه. منافع اقتصادی در یک سو هست، اما از سوی دیگر هم از بین رفتن دولت بشار اسد میتونه هزینه های مالی سنگینی رو برای ایران و جهان غرب داشته باشه. تجربه سقوط صدام حسین و بهار عرب در بسیاری از کشورها نشون داد که وقتی یک دولت متلاشی میشه ساختن زیرساختهای اون کشور با دشواری های زیادی امکان پذیر خواهد بود و هنوز هم ما داریم میبینیم که عراق شرایط عادی نداره. در این دوران گذار چنانچه که آقای بشار اسد با تفاهم تمامی کشورها و جامعه بین الملل بر سر کار بمونه، ایران میتونه فکر بکنه که بستری رو آماده بکنه که در انتخابات آینده کسی نزدیک به خودش رو بتونه بر سر کار بیاره. متلاشی شدن دولت اسد به نفع جمهوری اسلامی نیست و به نفع جامعه بین الملل هم نیست. به همین خاطر است که بر وجودش تقریبا یه ائتلاف و یک میبینیم که یک همفکری وجود داره و دیدیم آقای ترامپ هم در توییت چند روز گذشته از آقای بشار اسد به عنوان رئیس جمهور نام برد. مسئله سوریه به مسئله اسرائیل برمیگرده. برای ایران همواره بردن مرزهاش به نقاطی دورتر از ایران در عراق، در سوریه و در لبنان کمک میکنه که چنانچه بخواد با اسرائیل و آمریکا وارد یک مواجهه بشه در نقاطی اونها رو انجام بده که به دور از مرزهای ایران هستن. و آقای مدنی، ما راجع به آقای اسد، موقعیت آقای اسد، جایگاهش، اینکه در آینده سوریه احتمالاً چه جایگاهی پیدا بکنه صحبت می‌کنیم، اما در مورد این همه گروه‌های متعدد که به هر حال در سوریه الان نقش‌آفرینی می‌کنند صحبت نکردیم. به نظر شما آخر عاقبت اینها چی میشه؟ آیا ما با یک افغانستان دیگه در سوریه مواجه هستیم؟ افغانستان دیگر زمانی وجود میاد که در سوریه دولت وجود نداشته باشه. دقت فرمایید. نه خب افغانستان هم دولت داره. ببینید بعد از حکومت مجاهدین رفتن روسیه شوروی از افغانستان یک خلأ ایجاد شد و القاعده در همون زمان شکل گرفت. در سوریه علارغم یک جنگ داخلی سنگین 7 ساله با خسارات انسانی و مادی حیرت‌آور، همچنان نهادی مثل ارتش هست که به مناطقی که تصمیم بگیره وارد بشه طبیعتاً با کمک متحدینش وارد میشه. این گروه ها به همین خاطره که جنگ در ادلب اجتناب ناپذیر میشه. حتی ترکیه هم گروه جبهت النصره را که بارها اسم عوض کرده جزء لیست گروه های تروریستی قرار میده. یعنی ترکیه هم متوجه شده بازی با کارت اکتورهای غیر دولتی که عدم امنیت می‌آفرینند در نهایت به نفع هیچ کشوری نیست. حتی در آخرین توییت، یکی از آخرین توییت های آقای ترامپ و یا گفته های سران دول اروپایی که نگران فاجعه انسانی در ادلب هستند، کسی اصل حمله و روشن کردن تکلیف این گروه هایی که متفرق هستند هیچ وقت یک برنامه برای جانشینی نداشتند، در جنگ با دولت بودند، در این حال در جنگ بین خودشون بودند و از آلودگی های تند تکفیری رنج میبرند. این
گروه‌ها یک مشکلی هستند برای جامعه بشری. به این خاطر در آخرین تحلیل حمله‌ای که باید به ادلب و مناطق لکه‌هایی که باقی مونده که داعش درش حضور داره یا القاعده حضور داره مورد مخالفت هیچ کدوم از این دول و حتی آقای ترامپ نیست، فقط هشدار میدن در مورد فاجعه انسانی که میتونه به وجود بیاد. دولت سوریه و متحدین هم نگفتم میخوان اونجا برن قتل عام بکنن، میخوان اعاده حاکمیت بکنن و این در موازنه قدرتی که وجود داره و ایجاد شده به نفع دولت و ارتش سوریه و متحدینش. و آقای طاهری سخن آخر؟ سخن آخر اینه که میدونین عرب یه مسئله دارن، میگن که اول یه جایی رو فتح میکنین بعد برش مسلط میشین، بعد وقتی مسلط شدین حکومت به وجود میارین، وقتی حکومت به وجود آوردین اون وقت دولت به وجود میارین. هیچ کدوم از این کارها رو آقای اسد نمیتونه بکنه. مسئله اصلی سوریه الان این است که تبدیل شده به یک محیط بازی که درش حکومتی وجود نداره، گروهای مسلح فراوانی هستن، در طرف خود آقای اسد هم گروهای مختلفی هستن که با هم مخالفن و ممکنه با هم حتی جنگ بکنن اگر امکانش به وجود بیاد. تنها گروه متمرکزی که از نظر نظامی آقای اسد داره لشکر 4 زرهی است که برادرش فرماندهیشو به عهده داره و به جز این واقعا صحبت از ارتش سوریه به نظر من مسخره است. ارتش سوریه باقی نمونده اصلا، این گرفتاری اصلی سوریه است و هر چه زودتر جامعه بین‌المللی متوجه بشه که موضوع اسد نیست، موضوع نمیدونم تروریستا نیستن، موضوع اینه که یک منطقه وسیع بدون حکومت به وجود اومده، بعد براش حکومت به وجود بیاریم. ممنونم آقای طاهری، آقای مدنی و خانم انتخابی فرد. اما شما اگر اهل خریدن دلار هم نباشید، این روزها نمیتونید از قیمت دلار در ایران غافل بشید. بالا رفتن دوباره قیمت دلار بعد از یک ماه ثبات نسبی کارشناسان رو هم حتی مبهوت کرده که چیزی میتونه دلیل دوباره بالا رفتن قیمت‌ها تا حدود 15000 تومان باشه و قیمت ارز و طلا تا کجا میتونه بالا بره. تأثیر بالا رفتن قیمت ارز روی زندگی مردم عادی در ایران که سر و کارشون با ارز نیست تا کجاست؟ برای این بخش دو مهمان داریم. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه آسیا از تهران همراه ما هستند و اینجا در استودیو علیرضا صلواتی، کارشناس بورس و اقتصاد سیاسی. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای صلواتی، در سوال اول خیلی کوتاه به من بگید آیا فکر میکنین قیمت از این بالاتر هم میره؟ بعید میدونم. شما آقای جمشیدی نظرتون چیه؟ من فکر میکنم که نه در این روزها ولی در روزهای آینده اتفاق بیفته. فکر میکنید چرا؟ بله ببینید، چرا رو که حالا دلایل خیلی زیادی وجود داره، همین چرایی که به اینجا هم رسیده و بحران‌های مختلفی که وجود داره، ولی دلیل این که من احساسم اینه که تا در واقع چند هفته دیگه و چند ماه دیگه این رشد رو متاسفانه در قیمت دلار یعنی بی‌ارزش شدن تومان ایرانی خواهیم داشت، این هست که اولا دولت عملا ما داریم می‌بینیم کار خاصی رو نمی‌کنه و تنها نظاره‌گر موضوع هست. از طرف دیگه تحریم‌های دور جدید، تحریم‌های ایالات متحده در ماه نوامبر در 13 آبان هم قطعاً تأثیرش رو از چند روز قبل شروع می‌کنه به گذاشتن. و سوم این جو روانی بعدی که در واقع ایجاد شده، چون می‌دونید که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز موضوعات روانی هم هست که این همچنان در روز ما داریم می‌بینیم در اتفاقات زیاد داره پیش میاد. مجموع اینها رو کنار هم می‌ذاریم، من فکر میکنم اگر یکی دو تا سکته کوچک این چند روز داشته باشه قیمت دلار و پایین بیاد، در نهایت در هفته های آینده رشد رو دوباره متاسفانه خواهد داشت. آقای صلواتی، آقای جمشیدی اشاره کردن که یکی از دلایلی که فکر میکنن قیمت اینطوری بالا رفته این هست که دولت کار منطقی نکرده، کاری نکرده. شما نظرتون چیه؟ چون میدونم شما همواره مخالف دخالت دولت بودید در وضعیت ارز. من بازم مخالف هستم، برای اینکه اون قسمت کوچکی از خرید و فروش ارزی که به صورت کش هستش و در کف خیابون انجام میشه به صورت کاغذی، اون مقدار حالت به خاطر نقدینگی موجود در جامعه، نقدینگی ریالی موجود در جامعه، حالت سیاه چاله پیدا کرده. هر چقدر اونجا پول بریزیم از بین میره و معنی خاصی هم نداره، یعنی برای اینکه تاثیرگذاری اون قسمت از قیمت دلار خیلی در بازارهای واقعی، در عددهای واقعی تورم برای مثال و یا رکود و یا اینا تاثیر زیادی نداره. هرچند که
تأثیرات مثبت داره. مثلا در بخش گردشگری همین امروز هم ما خبری داشتیم از وزیر گردشگری عراق و یا پاکستان که خیلی میزان گردشگری مسافرینی که از اون کشورها میان برای ایران تعداد خیلی زیادی پیدا کرده و حجم مالی و پولی که خرج میکنن در ایران هم رشد کرده. من میخوام یه مقدار این رو برای ما بازتر بکنید آقای صلواتی. بحث این که دولت چه باید بکنه یا چه نباید بکنه در این روزها خیلی مطرح هست. بعضی میگن دولت اصلا زده روی دنده خلاص و هیچ کاری نکرده و همین وضعیت نتیجه بیعملی دولت هست. بعضی مثل شما میگن که دولت بعضی از کارهایی که کرده باعث این مشکل هست، مثل همون دلار 4200 تومانی. الان در این مرحله گفته میشه آقای همتی مصاحبه کرده، کار به اینجا رسیده در همین 3-4 روز اخیر. دولت چه باید بکنه؟ بذارید من تقسیم بندی بکنم به چند تا قسمت که رفتارهای غلطی که پیش اومده و مسائلی که پیش اومده و مسائلی که بیعملی داشتیم توش و کارهایی که نباید بشه. ببینید اولندش این که من بحثم اینجاست، وقتی که ما این تب خب نشانه التهابیه و این التهاب رو باید پیدا بکنیم، هر چقدر بریم روی اون تب بخوایم، یه بدنی رو در نظر بگیرید بخوایم تبر استفاده بکنیم، این اتفاقا خطر التهاب رو بیشتر میکنه. التهاب قسمت عمده ایش بحث های سیاسیه. خب بعد برای همین اگه شما هی از تبر استفاده بکنید، برای مثال دلار تزریق، دلار نقدی کش تزریق بکنید به بازار از طرف بانک مرکزی، این وضعیت رو اتفاقا بدتر میکنه، برای اینکه نشانه اون التهاب از بین میره. این التهاب جای دیگه است. خب مشکل جای دیگه است. یکی از مشکلات مشکل سیاسیه. یعنی ما مثلا وقتی لایحه FATF رو رد میکنیم و یا مثلا رهبری صحبت میکنه میگه که ما لایحه FATF رو قبول نکنیم و خودمون یه لایحه دیگه ای رو ببریم و یه از این قبیل بحث ها، یا مثلا شورای نگهبان اونی که در مجلس تصویب شده رو رد میکنه، اینا به بازار التهاب وارد میکنه و این التهاب ایجاد تب میکنه. اون تب رو ما در کف بازار به خاطر اینکه شما یه سطل کوچیکی رو در نظر بگیرید و یک دریا، این سطل با یه تکانه کوچیک دچار اعوجاج خیلی بزرگی میشه، در صورتی که در دریا این اتفاق نمیفته، چون اون مقدار کف خیابون مقدار کمی هستش، با هر تکانه یه اعوجاج خیلی بزرگی رو از خودش نشون میده. آقای جمشیدی نظر شما چی هست؟ شما فرمودین که دولت کاری نکرده، به نظر شما چه کارهایی باید میکرده که نکرده؟ بله، من این توضیح رو اول بدم که سوء تفاهم ایجاد نشه. من کاملا مخالف دخالت دولت در اقتصاد هستم و همینجوری که تجربه جهانی نشون داده اقتصاد هر چقدر خصوصی تر باشد موفق تر است. البته در ایران متاسفانه در این روزها برعکس این اتفاق داره میفته، یعنی اخباری هست مبنی بر این که دوباره کوپن هایی که در زمان بعد از جنگ ایران عراق بود به شکل دیگری میخواد وارد بشه و این اقتصاد دولتی دوباره ایجاد بشه. دخالت دولت در اقتصاد بسیار لطمه میزنه و این دخالت رو الان دارن بیشتر میکنن با این موارد دستوری. پس دخالتی که شما صحبت میکنید از چه جنسی هست؟ بله، من با این قسمت فرمایش های صلواتی موافق هستم. ببینید یکی از ریشه های مهم بحران اقتصادی و بحران ارزی به خصوص موضوعات سیاسی هست و موضوع سیاسی رو مسلما دولت و جمهوری اسلامی هستن که در خط مقدم در واقع حل این موضوعات هستن. منظور من اینه که دولت اقدامی رو انجام میده، یک موضوعات سیاسی رو هست که در واقع باید به سامان داده بشه که به نظر من اصلی ترین دلیل این بحران های اقتصادی هست. مواردی مثل همون قرارداد FATF که بسیار مهم است. من خبرهای تایید نشده توی یکی دو روز در تهران شنیدم که ظاهرا از رأس رژیم جمهوری اسلامی هم موافقت شده با امضای این موضوع، یعنی در نهایت دیگه چاره جزی ندیدن. ای کاش این کار رو زودتر میکردن و حالا الان هم هرچی زودتر انجام بدن بهتر هست. دولت میبایستی که در موضوعات سیاسی این کار رو انجام بده، یک دو همکاری بکنه برای اینکه مدیریت نهادهای اقتصادی که به دولت مربوط هست یا مسئولین اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره رو در واقع از فساد دور بکنه. یکی از عوامل مهم هم فساد ریشه دار هست که اینجا هم دولت و کل جمهوری اسلامی مسئول این فساد هستش. در این زمینه ها منظور من در واقع دخالت و حضور دولت بود، نه در مورد کارهای اشتباهی دیگه یه انجام دادن مثل نرخ دستوری هست که اتفاق جهانگیری انجام داد که به شکست بود و موارد این چنینی که اشتباهات بزرگی هستش، در واقع از تخصیص بدن، دستور بدن، بگن صرافی بسته شه، بگن امروز باز شه، اینا خیلی
کارهای اشتباهی هست که جواب منفی رو داده. من فقط این نکته کوتاه هم عرض بکنم در مورد دوست خوبم آقای سلامتی که فرمودن کف خیابان و چیزهای جزئی. ببینید اصلا این قیمت هز مربوط به فقط اون کف خیابان یا یک دلالی در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول اینها نیست. ما حواله های ارزی رو هم داریم میبینیم افزایش قیمت داشتن، همه گونه تبادل چه فیزیکی چه حواله‌ای و چه به طریق دیگر ارزها همه به خصوص در این دو سه روز، یکی دو روز اخیر مثلا دیروز، افزایش بسیار شدیدی داشته و یک واقعیت. ما فقط نمیتونیم به این کف خیابان یا یک جایی چرا افزایش داشته؟ آیا نداشته. کسی در ایران نداشته؟ نه، این عدد در بازار نیما این افزایش نبوده، حتی مقداری کاهش هم داشتیم. جدولاش مشخصه، همین الان میتونه که همچنان بازار آزادی نیست، البته مثل ارز 4200 تومانی ارز حواله ها دولت. فقط حواله فقط از طریق بازار نیما انجام میشه، هیچ گونه ثبت سفارش. قیمت بازار نیما حدودا چقدر هست؟ حدود 8000 تومانه که قیمت واقعی هم هستش. یعنی شما اگه تفاضل تورم های ایران رو با مثلا امریکا برای دلار و یا بازار اتحادیه اروپا یورو رو حساب بکنید، این قیمت تقریبا واقعی هم هستش. یعنی همونیه که ما اون موقع انتقاد میکنیم. خاطرتون هست بارها اومدم خدمت شما و گفتم که این دلار 4000 خورده‌ای برای کشور، برای اقتصاد کشور سم هستش. و اینی که ایشون میفرمایند حواله ها، هیچ حواله ای، هیچ گونه خریدی رو شما نمیتونید با خیابون فردوسی انجام بدید. اونجا فقط ارزهای دانشجویی و فقط ارزهای مسافرتی میشه انجام بگیره، هیچ چیز دیگه امکان نداره. آقای جمشیدی، برداشتم از حرفای آقای سلاواتی این هستش که اقتصاد ایران به صادرات واردات اینا داره با ارز 8000 تومانی انجام میشه. اون چیزی که در خیابان میبینیم کسایی هستن که مسافران برای دانشجوها فلان اینا میرن یه ارزی هر کی هر چقدر قیمت بده بعد بخرن، قیمتم الان اونجا 14000 تا 15000 تا. نظر شما هم همینه؟ نه خیر، ببینید اصلا اولا عرض دانشجو یا عرض مسافرتی رو که الان دستور دادم به بانک ها که بر اساس نرخ بازار آزاد بدن. سامانه نیما هم درسته که درست شده برای حواله زدن، ولی متاسفانه در امروز اقتصاد ما میبینیم که خیلی حواله ها به صورت غیر مستقیم از طرق دیگری انجام میگیره. چه طریقی؟ اصلا نیستم چه ثبت سفارش صورت نمیگیره. استاد چطوری شما در تهران شما ثبت سفارشی دارید غیر از طریق نیما؟ اصلا امکان نداره، قاچاق اعلام میشه. رسمی ما نداریم، بله همون حالا قاچاق هر چیزی رو بذاریم. این منظور من نمیخوام باز بکنم موضوع قانونی بودن یا غیر قانونی بودن کار رو. در عمل و در اجرا ما داریم میبینیم که کارهایی که انجام میشه همشون رشد قیمت داشته. و این نکته که شما در نیما حدود 8000 تومان رو قیمت منطقی در واقع به دست آوردید، من نمیدونم اینو بر چه اساس محاسبه کردین. بله، که یعنی بله، قیمت بله، این خیلی این هستش. آره، این مثلا بذارید یه بازه خیلی کوتاهی رو ما حساب بکنیم، بگیم که سال 92 3000 خورده‌ای بودش، ما الان از سال 92 تا به الان حدود 150% تورم داریم. اگه 150% تورم رو در 3500 تومان شما حساب بکنید، میرسید به حدود بین 7-8000 تومان. التهابای سیاسی رو اگه توش لحاظ بکنید، همین قیمت 8000 تومان قیمت منطقی هستش. خب بله، مسلما هر قیمت شما قیمت 20000 تومان هم بشه، یه عواملی بوده، این عواملی رو هم جمع بکنیم میشه. نه، من به شما میگم که ببینید شما روش دیگه ای به غیر از تفاضل تورم ها برای پیدا کردن قیمت ارز دارید؟ بفرمایید، من گوش میدم. نه خیر، من معتقدم کاملا این قیمت ارز چه اون 8000 تومانی که اونجا شما میگید، چه همین 15000 تومانی حدودن که در بازار آزاد داره میشه، این قیمت واقعیه و هیچ قسمتش حباب نیست. این رو من هم بهش معتقدم و افزایش هم پیدا بکنه متاسفانه افزایش واقعی پیش بینی میشه که داشته باشه. ولی منظور من اینه که اگه ما اینجوری بخوایم محاسبه بکنیم به این نقطه میرسیم. پس واژه حباب واژه اشتباهی. حباب یعنی که هیچ کدوم از اینها نباشه، یک حبابی باد شده باشه و این باید بتره که بالاخره یه جایی. ولی اینکه شما میفهمید کاملا درست با این محاسبات در واقع قیمت میرسه به همین چیزی که الان داریم میبینیم و این فاجعه آور هست و خیلی هم بد هست. من باز میخوام روی این موضوع تاکید کنم آقای جمشیدی. من میخوام بدونم که این قیمتی که الان صحبت میشه، چون ما پیش از اینم کارشناسانی داشتیم اومدن و گفتن که این یک قیمت واقعی نیست، این 14-15000 تومان یک قیمتی هست، یک گوشه کوچه پس کوچه ای کسی یه همچین قیمتی میده و این عنوان کردنش به عنوان اینکه این قیمت رسمی هست درست نیست. شما در تهران هستید، قیمت ارز الان چقدر هست در تهران؟ ببینید قیمت رسمی رو من نمیدونم منظور چی است. ما میدونیم که برخلاف سیاست‌های چند ساله اخیر دولت و جمهوری اسلامی که تلاش کرد ارز دو نرخی رو بکنند ارز تک نرخی، امروز این ارز سه نرخیه، حتی در بعضی موارد چهار نرخی هم هستش. حالا ما کدوم یکی از این سه نرخ رو نرخ اصلی بذاریم، نرخ رسمی به قول شما بذاریم؟
عرض دستوری دولت 4200 تومن، عرضی که در همین جایی که دوست عزیزمون میگن در واقع حدود 8000 تومن، یا معاملات فیزیکی یا توی بازار یا این برانوری که در حدود 15000 تومن 14000 تومن است. ما سه نرخ داره عرض در اینجا حداقل. اینکه از ما حداقل به خاطر اینکه در بعضی از مبادلات غیرقانونی بزرگتر ممکنه تخفیفای داده بشه و کمتر از این بشه، یعنی ما میتونیم عملا چهار نرخ هم ببینیم، عملا سه یا چهار نرخ ارز داریم که عدداش هم همینه هست که در این برنامه ما گفتیم، و هر سه نرخ هم فاجعه آور هست. نرخ اول نرخ دستوری اصلا کار اشتباهی هست، نرخ دوم هم با همه این دلایلی که آقای طلباتی گفتن دلایل بسیار بدی هست و این دلایل باید بشکنه و میتونه به یک چهارم به نظر من کاهش پیدا بکنه. نرخ آزادم که نرخ فاجعه آمیزی هست، یک چهارم یعنی دلار 2000 تومانی رو شما ممکن میدونید و خوب میدونید. بله من معتقدم اگر مدیریت صحیح و در واقع تعاملات سیاسی سازنده و ریشه‌ای که از میکنم ریشه 40 ساله رو منظورم هست انجام بشود، این پتانسیل وجود داره تا حداقل یک چهارم این موضوع برسه در کشوری مثل کشور ایران با این یه مقدار بحث رو جمع بکنیم چون الان خیلی پراکنده شد. آقای جمشیدی، من میخوام بدونم تو این هفته اخیر به نظر شما، در تهران هستید میدونید اوضاع اقتصادی رو میشناسید، چه اتفاقی افتاد که یه دفعه دوباره قیمت ها رفت بالا؟ این که گفته میشه صحبت های آقای همتی، صحبتی که در مورد نقدینگی کرد تاثیر داشت، درست هست به نظر شما یا نه؟ ببینید صحبت های آقای همتی و سایر مسئولین جمهوری اسلامی طبیعتاً همیشه، ما از بعد از عید در امسال در سال 1397 دیدیم که همیشه تاثیر منفی داشته. آقای جهانگیری صحبت کرده، آقای ظریف صحبت کرده، آقای روحانی صحبت کرده، رأس نظام صحبت کردن، مجلس خبرگان، هر وقت هر کدوم اینا صحبت کردن بلافاصله یک تاثیر روانی منفی داشته و بالعکسش یه دفعه پرزیدنت ترامپ اومد گفتش که من آماده مذاکره بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی هستم، بلافاصله تاثیر مثبت داشت در بازار ایران. عرض کنم خدمت شما گفته شد که FATF میخواد امضا بشه، تاثیر مثبت داشته دو تا شوکی که تو این فاصله چند ماه دیدیم. پس این صحبت ها همچنان تاثیر منفی شد داشته. بعد هم تحریم هایی رو که در واقع تحریم های اساسی انرژی رو که متاسفانه از 13 آبان قرار هست اجرایی بشه، مسلما از یک مدت قبل تر که پیش بینی هم شده بود که اصلا شهریور ماه باشه، اثرات خودش رو میذاره. این اثرات هم بیشتر اثرات روانی هست و از نظر دیگه هم موضوعی که خیلی زیاد در این روزهای اخیر داره اتفاق شدید میفته، سیل زیاد مهاجران هست که خود به خود یک خروج پولی رو چه بخوایم چه نخوایم به وجود میاره. مهاجران از ایران، مهاجران از ایران به خارج از ایران، بله. این مسئله به وجود، مجموع این عوامل در واقع این شوک رو در این چند روز اخیر داده. و اینکه به هر حال باز هم من موافق هستم با صحبت آقای طلباتی در مورد اینکه خیلی از این بحران ها ریشه سیاسی داره و موضوع سیاسی رو هم به هر حال جای خیلی صحبت داره که توی این بحران ها به نظر من نقش اصلی رو بازی میکنه. و بحث سیاسیش که خیلی بحث طولانی هست و الان در حال حاضر نشانه هایی از تغییر در روند ما نمی‌بینیم، بهتر است حالا تمرکزمون رو همین بحث اقتصادی نگه داریم. من یه بار دیگه میخوام از شما آقای صلواتی در مورد نقدینگی بپرسم. چرا حکومت جمهوری اسلامی و دولت نمیتونه دیگه نقدینگی رو کنترل بکنه؟ قبلا برنامه هایی میداشتن، مثلا اگر نقدینگی بالا میرفت سود رو بالا میبردند، فروش سهام، فروش سکه، فروش اوراق مشارکت، الان چرا جواب نمیده؟ ببینید اینا رو آقای همتی خیلی با دقت و کارشناسانه توضیح دادن. عددهایی که توی بانک های ما خلق میشه اعداد بسیار بسیار ناسالمی هستش. اونا اصلا قوانین بانکداری ایران رو رعایت نکردن. فقط 3-4 تا، من آمار دقیق رو دیدم که فقط 3-4 تا بانک های متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی نزدیک 3000% میزان مجاز وام دادن، تسهیلات دادن و این تسهیلات خیلی هاشون هم جزء اموال غیر قابل نقد شدنشون شده و این نسبت دارایی های قابل بازگشتشون و دارایی هایی که قفل شده در جاهایی که امکان بازگشت هم نداره انقدر زیاده که فقط برای 4 مجموعه بانک های نظامی که در نظر گرفته شده در بانک سپه ادغام بشن
چیزی در حدود 120 هزار میلیارد تومانه. یعنی سه برابر که بحث فساد هست. فساد بسیار سازمان یافته و سیستماتیکی که در سیستم بانکداری ما در حال حاضر وجود داره، نقدینگی رو به شکل شبه پول خیلی خیلی برده بالا و این بازار کف خیابون رو تبدیل به سیاه‌چاله ای کرده که خیلی خیلی ملتهب و داغ هسته. شما ببینید مثلا در مورد همین چند وقت، ببینید چون من گفتم اون تشت کوچیکی هستش، تکانه های کوچک هم در اون التهاب ایجاد میکنه. مثلا الان ما فصل اینو داریم که دانشجوها شروع کردن به پرداخت شهریه های خارج از کشور. ما میدونیم 70 هزار تا ما دانشجو در خارج از کشور داریم. اونا وقتی به این بازار رجوع میکنن، اون بازار کف خیابون رو قیمت میبره بالا. من اصلا موافق نیستم که تو این 4-5 روز قیمت رشد خیلی بالایی داشته، برای اینکه در سامانه نیما این قیمت رو نمیبینیم. شما از ایشون پرسیدین که قیمت چی هستش، درست فرمودن ایشون. ما 4 تا قیمت داریم که خیلی بده و فساد انگیزه. من فکر می‌کنم که باید یه قیمت داشته باشیم، ولی 4 تا قیمت داریم. اگه بخوایم بدونیم قیمت چیه، معدل حجمی هر کدوم از اینا رو بتونیم اگه برداریم، به صورت عددی به صورت ریاضی خیلی راحت میتونیم اینو حساب بکنیم. و تورمی که ایشون و دلار 8000 تومانی که ایشون میگن که برای کشور سمه و فاجعه است، به نظر من یه دونه امتیاز بسیار بزرگیه که این اقتصاد رو اتفاقا میشه بر پایه اون چید. مطلب آخری که من دوست دارم که عرض میکنم، نگرانی من کم هست. اجازه بدید جنبندی. 30000 من خیلی نگران اون بسته 30000 میلیارد تومانی هستم که آقای نوبخت فرمودن اون هم میتونه به این وضعیت دامن بزنه. امیدوارم که هیچ وقت ابلاغ و اعمال نشه. آقای جمشیدی، نظر شما اگه ممکن است در یک دقیقه. خواهش میکنم. ببینید، حالا از منظور دوستمون حالا فرصت نیست اینکه دلار 8000 تومانی میتونه خیلی به اقتصاد کمک کنه. اگر ما یک صادر کننده بدون ایراد و بدون تحریم بودیم، مسلما دلار گرون به نفع ما بود، که اصلا ما همچین چیزی نیستیم و این الان در واقع به ضرر کشور هست که این اتفاق بیفته. باز هم تاکید میکنم این کف خیابونی که ایشون میفرمایند، من دارم میبینم ما نه صرافی الان معامله میکنه، نه مثل گذشته در فردوسی و چهار استانبول دلالی وایساده اسکناس به دست کنار خیابون، چون مامورین اینا رو بازداشت میکنن. پس این قیمت مسلما از یک معاملات عادی که شما برید صرافی بگی من 1000 دلار میخوام یا از کنار خیابون بگیری در نیومده و ریشه های دیگری داره، چون اصلا اینا وجود نداره. صرافی اکثرا کار نمیکنن و اصلا دلال ها کنار خیابون دیگه توسط نیروی انتظامی دستگیر میشن و نمیتونن کار بکنن. پس این یه مقداری بزرگتر از اون کف خیابون و اون چاله هست که اشاره میفرمایید. ممنونم از شما نوید جمشید در تهران و آقای صلواتی اینجا در استودیو. ممنون که با صفحه 2 این هفته همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شما هست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر منتشر میشه به همراه لینک پادکست ما. شناسه توییتری ما هم هست @bbcpage2. برنامه روی صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو برای ما بنویسید. همینطور در صفحه فیسبوک ما میتونید برنامه های دیگر ما رو هم ببینید که اونجا آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش. We'll be right back.